سرخط اخبار سخنان جرمی پاول در نشست اینترنتی جکسون هول بررسی مطالبات هفتگی بیکاری و تولیدات ناخالص داخلی امریکا آخرین وضعیت روابط چین و امریکا کاهش سهام در آسیا و اروپا افزایش در امریکا و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پراسکیلز. امروز پنج شنبه 27 آگوست 2020 برابر با ششم شهریور ماه 1399 با اخبار شبانگاهی بازارهای مالی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: یک بازه زمانی طولانی برای جبران اشتغال نیاز است. جرمی پاول همانطور که انتظار می رفت سیاست های تسهیلی بیشتری را در سخنان خود بیان کرد. در مهمترین بخش صحبت ها وی تأکید کرد که رزرو بانک امریکا اجازه می دهد که نرخ تورم بالاتر از 2% هدفی باشد که سالها بانک مرکزی آن را برای خود تعیین کرده بود. وی همچنین با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر اختلاف درصد بیکاری بین نژادهای مختلف به خصوص بین سفیدپوستان و رنگین پوستان کمتر شده و به پایین ترین حد خود رسیده است، تأکید کرد که خسارات ناشی از بیکاری در بخش‌های خدمات به خصوص هتلداری، گردشگری و صنعت سرگرمی بیش از دیگر بخش‌ها بوده و آنها تمرکز بیشتری برای کمک به این بخش خواهند داشت. همینطور وی تأیید کرد که ایالات متحده برای جبران خسارات بخش اشتغال نیاز به سالها زمان دارد. در پی این صحبت‌ها بازارها به صورتی ناپایدار و احساسی معامله شدند و در حال حاضر فعالین بازار در حال تصمیم گیری برای نوع واکنش خود می باشند. در واکنش اولیه دلار به شدت رشد کرد. نفت، طلا و نقره نیز کاهش شدیدی داشتند. و اما ادعاهای بیکاری با وجود بهتر بودن تولید ناخالص داخلی بازارها را کمی ناامید کرد. امروز و پیش از شروع صحبت‌های پاول، داده‌های مطالبات هفتگی بیکاری و تجدید نظر در داده‌های سه ماهه دوم برای تولید ناخالص داخلی نیز منتشر شد. مطالبات اولیه بیکاری با 65,000 افزایش کمی بیشتر از 1,000,000 نفر پیشبینی ها و کمتر از 1,110,000 در هفته گذشته بود. ادعاهای مداوم بیکاری نیز به 14,534,000 نفر کاهش یافت. و اما تولید ناخالص داخلی کمی بهتر از پیشبینی کاهش 32.5% و در منفی 31.7% در سه ماهه دوم تجدید نظر شد. بازگشت به وضعیت همیشگی در روابط ایالات متحده و چین. ایالات متحده و چین با وجود سخنان خوب درباره روابط تجاری خود در رسانه‌های خبری دوباره وارد مشاجره روزانه و تحریک یکدیگر شدند. ایالات متحده تحریم‌های علیه شرکت‌های چینی که به پکن در ساخت تأسیسات نظامی در جزایر مورد مناقشه در دریای جنوبی چین کمک کرده اند اعلام کرده است. این تحریم ها در همان روزی اتفاق افتاد که چین آخرین موشک های قاتل هواپیمای خود را با نمایش نیرویی که قصد داشت ناوهای جنگی ایالات متحده را از آب مورد ادعا دور کند آزمایش کرد. در جای دیگر فشارهای امریکا به صاحب چینی سرویس پخش ویدئویی تیک تاک منجر به استعفای مدیر اجرایی آن در امریکا کوین مایر که فقط چند ماه پیش از والت دیزنی به این شرکت منتقل شده بود شد. و نگاهی به بازخورد سخنان پاول در بازارهای مختلف.
طلا با 1% کاهش به 1935 دلار رسید. نفت خام 0.7% کاهش داشت و اکنون در 43 دلار معامله می شود. شاخص دلار با 0.1% کاهش دوباره به زیر 93 واحد سقوط کرد. آوسیه استرالیا و ین ژاپن به 0.4% افزایش و کاهش به ترتیب بهترین و ضعیفترین نمایش را در بین ارزهای مهم داشتند. کاهش سهام در آسیا و اروپا شروع خوب وال استریت. امروز در بازارهای آسیایی و در حالی که نیکی و هانگسنگ به ترتیب 3.8% از دست دادند، شانگهای 0.6% رشد داشت. اما در اروپا تابلوها همه به رنگ قرمز بودند. یوکی سال و داکس آلمان 0.7% کاهش داشتند و سی ای سی 40 فرانسه نیز 0.6%. این در حالی است که در امریکا شاخص‌های مهم داو جونز، S&P و نزدک به ترتیب با 8.5% و 3% رشد کار خود را آغاز نمودند. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. بازار ارزهای مجازی نیز از نوسانات احساسی امروز بازارهای دیگر در امان نبودند و بعد از سخنان پاول و بیشتر به دلیل افزایش و کاهش شدید ارزش دلار تغییر قیمت‌های آنی داشتند. اما در نهایت به یک روند آرام‌تر رسیدند. همکنون بیت کوین با 1.2% کاهش در نزدیکی 11400 دلار معامله می شود. اتریوم 0.8% کاهش داشته و به 385 دلار رسیده. ریپ 4.6% و لایت کوین نیز 3.4% از دست دادند. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.